سلام و درود بر شما. من دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و روان درمانگر جنسی هستم. در این برنامه میخوام به مشکل اختلال نعوض در آقایون بپردازم. تعریف اختلال نعوض به این صورته که اگر یک آقایی نتونن که نعوض رو اصلا ایجاد بکنن، یا اگر که نعوضی دارن اونو قبل از اینکه بخوان که دخول انجام بدن از دست بدن، ما به این میگیم اختلال نعوض. این قضیه برای همه آقایون، تقریبا همه آقایون در سراسر دنیا حداقل چند بار در زندگیشون پیش میاد. یه شب ممکنه خسته باشن، ممکنه الکل زیاد مصرف کرده باشن، مواد مخدر مصرف کرده باشن، حتی به صورت عارضه جانبی یه قرص آرامش بخشی که استفاده کرده باشن این قضیه به وجود اومده باشه براشون. ممکنه خیلی استراب داشته باشن، ممکنه استراب هم چیزای دلایل مختلف داره، مثلا بچه‌شون اتاق بغلی خوابیده باشه، ناراحتی مادرشون رو داشته باشن، کارشون از دست داده باشن. به دلایل مختلف به هر حال آقایون اینو در زندگیشون تجربه میکنن. ولی ما موقعی اینو میگیم اختلاله که در اکثر مواقع، مخصوصا بالای 50% مواقع، فرد یکمچین مسئله رو تجربه میکنه. به این میگیم اختلال نعوض. تماسایی که من داشتم با افرادی در ایران، افغانستان، تاجیکستان، میشنوم که از این اختلال به عنوان شلی کمر یا ضعف کمرم یاد میکنن. از سال 1992 به بعد ما بهش نمیگیم ناتوانی جنسی، به این قضیه میگیم اختلال نعوض یا نعوض مشکل دار اصطلاحاً. اینم به دلیل اون بار منفی که ناتوانی جنسی به همراه می آورد برای آقایون. برای اینکه درک بیشتری از مشکل نعوض داشته باشیم، اول باید ببینیم که اصلا نعوض چجوری اتفاق میفته. زمانی که آقا یک محرک رو دریافت میکنه، حالا از طریقی که فکر کنین که مثلا یه تصویری رو مشاهده کرده، یک پیغامی از طریق شبکه عصبی به ناحیه تناسلی داده میشه که این تحریک انجام گرفته. بعد از این قضیه دو تا حرکت اتفاق میفته در حالت تناسلی. یکی اینه که عضلات کوچیکی که در حالت تناسلی وجود دارن اونا ریلکس میکنن، و یکی دیگه هم که جریان خون به اون حدی میرسه که خون رو پمپ میکنه به قول معروف داخل آلت تناسلی مرد میبره. وقتی که خون وارد شد این عضله ها ریلکس میشن، ولی یک سری رگ هایی سفت میشه دور این آلت تناسلی که باعث میشه که خون از این آلت خارج نشه. افرادی که اصلا نمیتونن نوز داشته باشن با اون قضیه اولش مشکل دارن، که یعنی وارد کردن خون و ریلکس کردن یا شل کردن اون عضلات کوچیک. کسایی که نوز رو دارن ولی بعد از دستش میدن، معمولا مشکل با درگیر کردن اون رگ‌ها دارن، که اون رگ‌هایی که سفت میشه و این خون رو توی منطقه نگه میداره. من راجبش صحبت میکنم. یه سری از تشخیصهایی که ما برای این قضیه داریم، اول اینکه پیشینه کامل رابطه یه فرد رو میگیریم. مثلا این رابطه جدیده نیست، آیا این مشکل قبلا وجود داشته، تازه به وجود اومده، همیشه بوده، یا با یه فرد خاصی این قضیه هست، آیا اتفاق تازه‌ای تو زندگیشون افتاده، مثلا پدر فرد فوت کرده یا مثلا کارش رو از دست داده، اینطور قضایا همه دامن میزنه. معمولا ما روان درمانگری جنسی یا مشاوره رو بدون اینکه یک همکار پزشکی در تیممون داشته باشیم انجام نمیدیم. چرا؟ چون که اصطلاحا میگیم که آلت جنسی مردانه یک جور درجه و سنجشی هست برای سلامتی کلی مرد. چرا؟ چون که مردی که مثلا مشکل قلبی مزمن داشته باشه، مثلا پلاک هایی که باعث میشه که رگ های قلب سفت بشه، مشکل متابولیک داشته باشه، مثلا بیماری دیابت یا بیماری های متابولیک دیگه که متابولیسم بدن رو تحت تاثیر قرار میده، اینا میتونه باعث بشه که به صورت ثانویه اختلال نعوض ایجاد بکنه. خیلی وقتا هستش که فرد مثلا به من مراجعه کرده، من فرستادمشون پیش همکار پزشکم که معاینه کامل به عمل بیاد، بعد دیدیم مشکلات جدیتر پزشکیشون داشتن و این فقط یه نشونه ثانویه بوده از این قضیه. بنابراین اینم خیلی مهمه که در نظر بگیرین که اینو همینجوری این قرصایی که وجود داره تو بازار و اینا رو استفاده نکنین، واقعا ببینین که مشکل اصلی چی بوده که یک همچین مسئله برای شما پیش اومده. قضیه دیگه اینه که برای تشخیص ما از یک روش سونوگرافی استفاده می‌کنیم، که این روش به این صورته که یه چیزی هست که خیلی کوچیکه، به اصطلاح بهش پروب میگیم، اونو میذارن روی آلت تناسلی و ممکنه که در طول این کار تشخیصی یه تزریقی هم به آقا انجام بشه که براشون حالت نعوض به قول معروف مصنوعی رو ایجاد بکنن، که متوجه بشن که این خون رو چقدر میتونه آلت در درون خودش به جریان بندازه. و به اضافه اینی که بعضی وقتا مواد رنگی هم به اون تزریق اضافه میشه که
واقعا ببینن که این تا کجا پیش میره این مایه توی اون آلت تناسلی آقا. از این طریق کاملا مشخص میشه که این جریان خون مشکل داره یا نه. افرادی که در معرض این اختلال جنسی بیشتر قرار دارن افرادی هستن که اضافه وزن دارن، مخصوصا آقایونی که شکم‌های بزرگی دارن، یعنی چربی دور شکم بیشتر دارن، در معرض خطر بیشتری هستن. سیگار میکشن، سابقه خانوادگی بیماری‌های متابولیک دارن، کلسترول بالا دارن، افراد مسن‌تر، برای اینکه هر چه سن بالاتر میره این بیماری‌های قلبی عروقی هم بیشتر میشه و اونا در معرض به قول معروف بیشتر هستن برای این قضیه. و هر گونه مسئله‌ای که برای سیستم عصبی اختلال ایجاد کنه، مثلا مشکل یه نفر قطع نخاع داره مثلا، در مواردی هم که ماهیچه‌ها یا بافت آلت یا عروق منطقه به شدت آسیب دیدن، مثل یه ضربه محکمی که خورده، یا مثلا کسایی که دوچرخه سواری حرفه‌ای میکنن برای سالها، ممکنه که آسیبی به اون عصب منطقه زده باشن به کف لگن که اون باعث شده باشه که مشکل نوز براشون پیش اومده باشه. یکی هم کمبود هورمون‌های جنسی مثل DHT یا تستوسترونه که میتونه به این قضیه دامن بزنه، که اینو با آزمایش خون پزشکتون میتونن براتون توضیح بدن که آیا این هست جزو دلایلی که شما رو دچار این قضیه کرده یا نه. بعضی از آقایونم من میبینم این قضیه رو عقب میندازن برای اینکه میترسن اگه به پزشک مراجعه بکنن این مشکل حل بشه، اون وقت باید با یک شریک جنسی روبرو بشن که نمیخوان به هر دلیلی باهاش رابطه داشته باشن، و اینم باز در نظر داشته باشین که اینجور ترس هم وجود داره. توصیه اصلی من تو این برنامه اینه، اگر احساس میکنین که یک همچین مسئله دارین 100% به پزشک مراجعه کنین، از پزشک عمومی شروع کنین، این آزمایش ها رو انجام بدین، ببینین آیا بیماری زمینه ای دارین، آیا مشکلی هستش که باید به صورت اولیه مورد خطاب قرار بدین و مورد درمان قرار بدین، یا اینی که نه ممکنه که مثلا ریشه استرابی داره و حل میشه خودش. این قضیه از یک طریق یا طریق دیگه به هر حال قابل درمانه، 100% قابل درمانه، یعنی حالا یا قرصه یا تزریق موضعیه یا حتی آلت مصنوعیه، به هر حال به هر نوعی که باشه این قضیه قابل حله. امیدوارم که پاسخ بعضی از پرسشاتون رو در این برنامه داده باشم. تندرست و شاد باشید.